با سلام خدمت شما بینندگان گرامی و همراهان خوب مجله اجتماع اقتصادی. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. با امید به اینکه برنامه ما مورد توجهتون قرار بگیره، برنامه امروز رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. این روزها جنگ و دعوای باندهای درون رژیم بالا گرفته. طبق معمول وقتی میخوان به همدیگه حمله کنن، مجبورن از دزدی‌های همدیگه بکن. آخوند موسوی لارگانی عضو مجلس رژیم دیروز گفت سفره مردم در دولت روحانی 80% کوچیک شده. روزنامه حکومتی اعتماد هم دو روز پیش نوشت قیمت‌های کنونی در مقایسه با دستمزدهای پرداختی به افزایش فاصله طبقاتی دامن زده و طی 9 ماه یعنی از بهمن ماه 98 تا آذر 99 شکاف دهک اول تا دهم بیش از 4 برابر شده و مطابق محاسبات نرخ تورم خوراکی‌ها هم به 293% رسیده. بله، این قسمتی از نوشته روزنامه حکومتی اعتماد بود و اما در این بخش گزارشی داریم در مورد بیکاری کارگران که با هم این گزارش رو ببینیم و بعد از اون گفتگویی داریم با محسن بوداغی در رابطه با بیکاری. تراژدی فقر و بیکاری واقعیت اجتناب ناپذیری است که کارگران بیکار روزانه با آن دست به گریبانند. فقر و بیکاری که دستاورد 4 دهه حاکمیت چپاول و فساد رژیم آخوندی است، زندگی را به کام این کارگران تلخ کرده است. دو ما سه ماه اجاره خانه مانده بیکارم، زده سر و گذر میام کار نیست. هر جا منم کار که پول کارگری که نمیده. پولی هم که میخوام به کارگر بدن زورش هم میگه. مجبورم چیکار کنم؟ میام سر و گذر بیکارم. 2 هفته 3 هفته بیکارم. کارم نیست. میام اینجا اکثر بیکار برو خانه بیکار بیا چیکار کنم؟ از کجا در بیارم؟ این مریضی کرونا هم که خودش شده برای ما یک درد سر دیگه. اصلا که کار نیست، چیکار کنم؟ یکی بره به داد ما کارگرا بعد وقت برسه که یک کار کنم. 4 روز سر کار نرفتم. 4 روز دو تا بچه دارم، اجاره خانه هم عقب افتاده که گفته خالی کن چیکار کنه. اینا بره نگاه کن بره دو تا یک مکانه چیکار کرده. اینا از گشنگیه. نه مزدی میدن به ما، میرم سر کار از سر و تش میزنه. یک روز میری بعضی 2 روز کار میکشن ازت، امنیت شغلی ندارم، پول ندارم، یعنی موندن دیگه بریم گدایی کنیم سر چهار را. بعدش اصلا این کرونا هم که دیگه شده یک سر خری دیگه، کلن همش همیش که الان 3 روز خدا شاهد اما سر کار نرفته. کارگرانی که به دلیل شیوع کرونا بیکار شده و هیچ منبع درآمدی ندارند، ناچار از صبح تا شب به دنبال پیدا کردن لقمه نانی در میدانها منتظر میمانند. رژیم آخوندی هم مانند همیشه هیچ کمک و حمایتی از آنها نکرده است. آیا مسئولین به وعده هایی که به شما دادن عمل؟ هیچ عملی نکرده به ما. هیچی. بیمه بیکاری؟ هیچی با خدا. نه با خدا. اصلا یک سبد کالای 2 ساله میدی حسن به ما تعلق نگرفته. هیچی. حال الکی میدن، میگن ما کمک به هزار فقیر میکنی ولی عمل نیست، هیچی نیست، هزار فقیر هر نیست. عمل امروز سختر هست، امروز گرفتاری‌تر هست. والله این که خودتون میبینید دیگه، روز برندگی نگاه کنه، همشون اومدن بیرون بخاطر این کرانشون هیچ چیم ندارن. قولایی که بهشون دادن یا این معاشیات دادن هیچ کدومشون مینات قلب نگرفته، همشون دروغ میگن بهشون. رئیس جمهور خودشون مثلا اندیش قولیه داد به مردم، نمیدونم چیکار میکنم چیکار میکنم. این کارش بود که کار کرد به مردم. هیچ اصلا معاشیتی هم به من ندادن. هر چقدر که میگه به کارگر آوردم یا به کسی دادم، خدا شاهده یکشون نیاوردن اینجا. اما شون الکی تبلیغ میکنن توی تلویزیون، میگن آقا معاشیتی دادیم به کارگر یا چیزی دادیم. هیچی، نه بیمه داریم نه هیچی هم نداریم. قول الکی به مردم میدن، میگن این کار میکردیم. همه شو دروغه، با خدا هیچی برای اینجا نیاوردن، برای این کارگر. آنقدر وضعیت معیشت مردم تیره و تار است که بعضن ارگانهای غارتگر حکومتی هم مجبورند به گوشه هایی از آن اعتراف کنند.
از جمله بر اساس آخرین بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم، خط فقر برای هر خانوار 4 نفره 10 میلیون تومان تعیین شده است. بدین ترتیب با حقوق و درآمدی که کارگران دارند، حد اکثر می توانند هزینه 10 روز معیشت خود را تأمین کنند. اما بسیاری از این کارگران کمتر از 10 روز در ماه کار می کنند و بقیه روزها را آواره و سرگردان خیابانها هستند و معلوم نیست که چگونه باید مخارج زندگیشان را تأمین کنند. ده مشکلات کارگره همش بدبخته، همش گرفتاره، همش سرگردانه، همش نیست بخورید، همش بخاطر کرهانشینی، بخاطر بیپولی همش آمده اینجا. توی این بارندگی مشکل اصلی مشکل ساستن هست. ده مشکل دیگر مشکل چی بگم؟ سوال که سال تا سال گوشت قرمز نخوره هیچ. این خدا وکیلیه، خدا وکیلیه. سوال در روز کار نکرد، یه روز کار کنید، در رو بیکار. اول سال تا حالا رو هم رفته حساب کردن کلن دو ماه من کار کردن، دو ماه. چند روز بیکاری کار نکرد؟ الان دو هفته میشه، دو هفته. الان کرونا خراب کرده یا کلا کار نیست؟ کلا بخنم باهانه کرونا هم کارو خراب میکنن دیگه. مزد نمیدن، نه چی ویور نمیان دوباره کارگر. بس خراب اجی. چند روز الان شما کار نکردید؟ یک هفته 10 روز میشه. اما چرا رژیم هیچ کاری برای این قشر آسیب پذیر نکرده؟ آیا این کارگران سهمی از سرمایه های کلان کشور ندارند؟ آیا رژیم وظیفه‌ای در مقابل این کارگران بیپناه ندارد؟ در شرایط کرونا و تنش اقتصادی که برای این کارگران به وجود آمده، حکومت چه مسئولیتی در قبال آنها دارد؟ هر روز تأخیر در خرید واکسن چه تأثیری بر زندگی این کارگران داشته است؟ بله، گزارش رو دیدیم. دیدن هموطنانی که در این شرایط زندگی میکنن واقعا دردناکه. الان میخواییم به گفتگو در رابطه با موضوع بیکاری بپردازیم. مهمون امروز برنامه ما محسن بوداغیه. سلام عرض میکنم خدمت شما و خوش آمدید. منم خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و در خدمت شما هستم. خب گزارش رو با هم دیدیم. الان به نظر شما وضعیت بیکاری در ایران تحت حاکمیت آخوندها چگونه است؟ بله، بیکاری یکی از معضلات و مشکلات وحشتناکیه که بر اثر سیاست‌های چپاولگرانی این رژیم گسترده شده. میلیون‌ها جوان بیکار تو کشور هستن. خونه ای نیست که در اون جوان بیکاری نباشه. در رژیم از اون به عنوان ابر چالش یاد میشه. اما نرخ بیکاری رو مرکز آمار رژیم در بهار امسال 9.8% اعلام کرد و در مقابل مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم این عدد رو رد کرد و گفت آمار واقعی و نرخ واقعی 2.5 برابر اونه و 24% که عدد بسیار بزرگیه. خب الان شما از اختلاف آمار گفتید. رسانه‌های حکومتی هر کدوم یک آماری میدن. برای نمونه 8 دی تلویزیون رژیم نرخ فلاکت استان لرستان رو 57.4% اعلام کرد و همینطور که میدونید شاخص فلاکت هم از مجموع نرخ تورم و بیکاری تشکیل میشه و در کل آمارهای زد و نقیض زیادیه. حالا سوال اینه که این اختلاف آمار دلیلش چیه؟ اگه بشه یه توضیح در رابطه بده. بله،
این در واقع نشون دهنده انفجار یک تضاد و یک مشکل در جامعه است که در جنگ بین باندهای رژیم خودش رو نشون میده. دولت روحانی که مرکز آمار دستشه، آمار مطلوب خودش رو بیرون میده. البته این کار رو به سادگی انجام نمیده، با پیچیدگی انجام میده. تعاریف رو عوض میکنه، استانداردها رو پایین میاره و با کارهایی از این دست. اما در مقابل این، مجلس رژیم که دست اون بانده اومده، در واقع دست این یکی بانده، دست دولت روحانی رو رو کرده تا بزنه توی سر دولت روحانی و بخشی از آمارهایی که روحانی و مرکز آمارش کتمان کردن رو علنی میکنه. البته خودتون مستحضرید که این آمارها رو تا جای اینا رو میکنن که در واقع پای تبهکاری های کل نظام و خامنه ای در واقع گیر نیفته و این وسط نیاد. حالا برمیگردیم سر بیکاری. البته نرخ بیکاری بسیار بیشتر از 24% که مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم اعلام کرد. چرا؟ چون شاغل بودن رو اینطور تعریف کرده دولت آخوند روحانی یا کل رژیم. البته گفتن هر کسی که در هفته یک ساعت کار بکنه این شاغل محسوب میشه. یک هفته یک ساعت در هفته، اینو تاکید دارم. یعنی این استانداردهای رژیم آخوندیه دیگه، استاندارد جهانی نیست. این استاندارد جهانی هست، اما در جهان وقتی که یک نفر در هفته یک ساعت کار میکنه، ما به ازای زندگی که نمیتونه بگذرونه و کمبودها و نیازهای زندگیش رو براش تأمین میکنن. نه. اما در رژیم این یک ساعت رو به عنوان شاخص قرار دادن، ولی هیچ کمک هزینه‌ای و کمکی به کارگران و بیکاران نمیشه. نه. یه نگاهی هم بکنیم به بیکاری فارغ التحصیلان. فارغ التحصیلان دانشگاهی تقریبا 40% بیکاری درشون هست. البته در سالهای گذشته تا 50% هم این عدد گفته شده در مطبوعات رژیم که واقعا تکون دهنده است. البته این آمار بدون در نظر گرفتن آثار پاندمی کرونا بود، چون مرکز پژوهش‌های مجلس آخوندی دوباره در گزارش خودش نوشته که آقا در اثر کرونا و نتیجه اون 2.5 تا 6.5 میلیون نفر کارشون رو، یعنی محل درآمدشون از دست دادن. یعنی با دخالت دادن این عدد میتونیم ببینیم که نرخ بیکاری به طرز عجیبی جابجا خواهد شد. یعنی نرخ بیکاری امروز در ایران خیلی بیشتر از اونیه که رژیم اتهام میکنه، حتی اون 24% مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم. روزنامه حکومتی رسالت تیر ماه 98 میگه ببین، بیکاری 70% تحصیل کرده های کشور رو درگیر کرده و در مقابل کارخونه ها یکی پس از دیگری در حال تعطیل شدنن. حالا اجازه بدید یک مقایسه با نرخ بیکاری با سایر کشور هم داشته باشیم. بله. در آفریقای جنوبی که فکر میکنم بیشترین نرخ بیکاری رو داره و در جهان شماره یک محسوب میشه، اون چیزی که به هر حال آمارهای رسمی که خودشون منتشر کردن، 37% نرخ متوسط بیکاریشونه. بعد کشورهای بعدی میاد تا ارمنستان 22.3% دیگه، بقیه کشورها زیر این هست. مثلا فرض کنید مقدونیه شمالی با نرخ بیکاری 20.2%، یونان 19.9%، کلمبیا 17%، جمهوری دومینیکن 16%. اینا نرخ متوسط بیکاریشونه. در بین کشورهای امسایه ایران اغلب این کشورها نرخ متوسط بیکاری توشون تک رقمیه، به جز ترکیه، اگه ترکیه رو کنار بگذاریم بقیه تک رقمیه، که نشون میده رژیم آخوندی چه بلایی سر کشورمون آورده که نرخ بیکاری رو اگر به طور واقعی در ایران محاسبه کنیم، کیفن با 37% آفریقای جنوبی و کشورهای دیگه تفاوت خواهد کرد و بالاتر هستش. بله، همونطور که گفتین، البته مشکلی که به آمار واقعی در ایران دست پیدا کرد، اما با همه این اوصاف به نظر شما تعداد بیکاران در ایران الان در حال حاضر چقدره؟ در این زمینه رژیم واقعا آمارهای بسیار متفاوتی میده و هیچ که آمار درستی نمیده. مرکز آمار رژیم یک آمار میده، بانک مرکزی رژیم یک آمار میده، مجلس رژیم و مرکز پژوهش‌هاش یک آماری میدن. یعنی رژیم تا به حال آمار درستی از این موضوع و در هیچ موضوعی البته ارائه نکرده. اما اجازه بدید من چند تا آمار خدمتتون عرض کنم. سال 95 مرکز آمار ایران نرخ تعداد بیکاران رو، نه نرخ بیکاری، عذر میخوام، تعداد بیکاران رو 2,729,000 نفر اعلام کرد. همون زمان یحیی آل‌اسحاق که وزیر پیشین بازرگانی رژیم بوده
اعلام کرد آقا این آمار مرکز آمار واقعیت نداره، 5 تا 6 میلیون نفر بیکار داریم. حجت الله میرزایی که اون زمان معاون وزیر کار رژیم بود اعلام کرد آقا بیکاران کشور بین 6 تا 7 میلیون نفره. البته باید تاکید کنم که این اعدادی که الان من دارم خدمتتون عرض میکنم این مال سال 95. صادق زیبا کلام از مهرهای باند روحانی گفت آقا آمار بیکاری 7 میلیون نفره. سایت حکومتی اقتصاد نیوز همون زمان یعنی با سال 95 12 میلیون نفر اعلام کرد. بله دقیقاً. اما اینکه چرا ما روی یعنی سال 95 تاکید کردیم اینه که هم میدونن که از اون سال به این طرف وضعیت اقتصادی رژیم بحرانی تر، خرابتر و به قول معروف شکننده تر شده، در نتیجه روی بیکاری هم تاثیر گذاشته و این آمار قطعا بیشتر شده. اما اون چی که مسلمه چندین میلیون فقط فارغ التحصیل بیکار تو این کشور وجود داره. باز سال 95 این عدد نزدیک به 6 میلیون نفره، عدد دقیقش 57 میلیونه. این رو اضافه کنم که بعد از اینکه قیام ها و اعتراضات مردم در واقع فوران کرد و از هر گوشه اعتراضی و قیامی رخ میداد، خامنه خودش وارد شد و از دستگاه تبلیغاتی و دیگر دستگاه های دولتی و حاکمیتیش خواست که عدد و ارقام درستی ندن و به قول خامنه سیاه نمایی نکنن. این باعث شد که در واقع آمار دقیقی از اون به بعد، نه تنها آمار دقیقی، حتی آمار به نسبت دقیقی هم دیگه بیرون نیاد، که هرچه آماری هم که ما شاهد هستیم که در مطبوعات رژیم درز میکنه نتیجه جنگ باندی بین باندهای رژیمه. بله، این روزها کلیپ‌های زیادی در فضای مجازی منتشر میشه که مردم از بیکاری میگن. به نظر شما علت این همه بیکاری چیه؟ بله، جواب این سوال شما به نظرم ساده است که علت همه این بیکاری رژیم آخوندیه. اما باید پرسید چگونه؟ رژیم آخوندی در این 40 سال اقتصاد کشور رو به نابودی و تباهی کشونده. زیرساخت‌های کشور نابود شده. بسیاری از صنایع خرد و متوسط از بین رفته و به تعطیلی کشیده شده. نتیجه اون بیکاریه. رژیم و به خصوص سپاه پاسداران بر اقتصاد ایران چنگ انداختن و مانند هیولان اونو بلعیدن. سالانه سپاه پاسداران 10 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد میکنه. ما به ازای هر 1 میلیارد دلار واردات کالا، اون هم قانونی و نه قاچاق، نزدیک به 100 هزار شغل نابود میشه. پس به این ترتیب خامنه ای و دستگاه زیر دستش مثل سپاه پاسداران و دیگر ارگان‌های اقتصادیش مستقیما در بیکاری دست دارن. سپاه پاسداران به اسم خصوصی سازی بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ دولتی رو تصاحب کرده. در این فرایند که دقیقا میشه گفت یک دزدی قانونیه، کارخونه ها رو تعطیل کرده، بسیاری از کارگرها رو تعدیل کرده، یعنی اخراج کرده، یعنی بیکاری ایجاد کرده. از طرف دیگه آقازاده ها و سران این رژیم کارخونه های ارزشمند و بسیار در واقع زیرساختی این کشور رو به بهای ناچیزی خریدن، کارگرها رو اخراج کردن و با فروش زمین و سرمایه های این کارخونه زندگی های آنچنانی برای خودشون ایجاد کردن. نمونهش مثلا هفت‌تپه خوزستان، نمونهش هپکوی عراق، نمونهش ماشین سازی تبریز و بسیاری از این کارخونه ها و در واقع شرکت های دولتی. شیوه کار دیگه ای که رژیم انجام داده و منجر به بیکاری شده در واقع چاپ اسکناس بوده. رژیم هر موقع پول کم آورده از بانک مرکزی استقراض کرده، یعنی بدون پشتوانه اسکناس چاپ میکنه. دقیقاً، بدون پشتوانه اسکناس چاپ کرده. این امر باعث بالا رفتن نقدینگی شده. ببینید نقدینگی چجوری در بیکاری نقش ایجاد میکنه. ما به ازای هر 10% نقدینگی 6% تورم ایجاد میشه. تورم یعنی بالا رفتن و گرون شدن قیمت مواد و کالاها. در نتیجه کارخونه های کوچیک و متوسط باید برای مواد و کالاها، مواد اولیه تولیدشون، باید قیمت بیشتری بدن، بهای بیشتری و پول بیشتری بپردازن. این امر توان تولید اونا رو کاهش میده. در نتیجه اونا مجبور میشن یا با درصد کمی از ظرفیت کارگاهشون یا کارخونهشون کار بکنن یا اصلا قیدش رو بزنن و کارخونه رو تعطیل بکنن، که باز این بیکار تولید میشه و منجر به بیکاری میشه. یعنی به قول معروف از هر، یعنی تمام راه ها به روم ختم میشه. همه مشکلات ناشی از این رژیم و حاکمیت ولایت فقیه. اما اجازه بدید یه نکته دیگه بگم. تازه مگه اوناییم که
کار دارن، شاغلن، چقدر دستمزد میگیرن. در این زمینه مثال بزنم جالبه. ببینید سال 58 حد اقل دستمزد 1701 تومان بوده. با این پول میشده 75 کیلوگرم گوشت قرمز بخرید. سال 97 به گفته رژیم با حداقل دستمزد فقط میشده 10 کیلوگرم گوشت قرمز خرید. و الان البته به مراتب کمتره. ده. که این اهمیتش کجاست؟ ببینید کمترین مقداری که هر فرد نیاز به گوشت قرمز داره روزانه 70 گرمه که میشه سالانه 25 کیلوگرم گوشت. یعنی برای یک خانوار ایرانی میشه 90 کیلوگرم در سال که میشه ماهیانه نزدیک به 950 هزار تومان باید یک حداقل بگیر یا یک حقوق بگیر یا همه مثلا برای گوشت پرداخت کنن. آیا واقعا حداقل بگیران توان پرداخت این میزان پول رو برای به قول معروف گوشت دارن؟ نه حداقل بگیران، حتی کارمندان و کارمندانی که حقوق متوسط و کارمندان متوسط حتی، در حالی که میزان گوشت مصرفی توی ایران نصف اینه، از نصف حداقل است. خبرگزاری تسنیم خبر تکون دهنده ای رو آبان 98 منتشر کرده که جالبه، جالب نه دردناکه. میگه محروم ترین خانوارهای ایرانی 1 کیلوگرم گوشت در 365 روز، یعنی در یک سال فقط 1 کیلو در یک سال 1 کیلو. این عدد به لحاظ ریاضی اگر به یک کسر نگاه کنیم که مخرجش بزرگ باشه و صورتش کوچیک، هر چی این مخرج بزرگتر باشه به سمت صفر میل میکنه. 1/365 یعنی در واقع صفر. حالا ببینید بر اساس گزارش فاو، سازمان خاربار کشاورزی سازمان ملل، در جهان کمترین مصرف گوشت مال اتیوپیه که 7 کیلوگرمه در سال، مال رواندا 8 کیلوه و نیجریه 9 کیلو. یعنی اینا ترتیبشون اینه. اما بعضی خانوارهای ایرانی فقط 1 کیلوگرم در سال. این در واقع نتیجه 4 دهه دزدی از سفره مردم توسط خامنه‌ای و باندهای حکومتیشه که در حق مردم این کار رو انجام دادن و این بلا رو سر مردم آوردن. البته این میزان تبعیض، ظلم و نابرابری، بی‌عدالتی در واقع آنچنان خشمی رو متراکم کرده که دودمان اینها رو برباد میده. بله، با تشکر از توضیحاتی که دادید و امیدوارم که بینندگان ما تصویر واضحی از وضعیت بیکاری در میهنمون به دست آورده باشند و ممنون از وقتی که برای برنامه ما اختصاص دادید. من هم از شما تشکر و قدردانی میکنم. بله. بینندگان گرامی، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا دیداری دیگه، خدایا رو نگهدار همه شما.